انگلیسی است و علاوه بر این دارای 66 مجله فارسی و 38 مجله انگلیسی و عضو 13 بانک اطلاعاتی است. فضای آموزشی و پژوهشی دانشکده شامل دو ساختمان مجزا می باشد که تحت عنوان ساختمان جدید و ساختمان قدیمی دانشکده معماری و شهرسازی مورد بهره برداری قرار گرفته است. در ساختمان قدیم یک سری از کلاس‌های آموزشی، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و پژوهشی، دفتر آموزش، مدیر گروه و اتاق اساتید رشته طراحی صنعتی قرار دارند. و در ساختمان جدید نیز شامل یک سری از کلاس‌های آموزشی، آتلیه‌ها، کتابخانه و آرشیو پایان‌نامه‌ها، مرکز کامپیوتر، آمفی‌تئاتر و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و پژوهشی، انجمن معماری و شهرسازی ایران، قطب معماری اسلامی، دفاتر مدیرگروه‌ها و اساتید رشته‌های معماری و شهرسازی و واحد‌های اداری و حوزه ریاست می‌باشند. دانشگاه علم و صنعت ایران. میدونید که دانشگاه علم و صنعت ایران عملاً اولین دانشگاه کشور. دانشکده معماری و شهرسازی از نظر زمان شکل گیری سومین دانشکده معماری و شهرسازی ایرانه و از نظر ویژگی‌هایی که داره، مخصوصاً رویکرد فناورانه‌ای که به هنر معماری و شهرسازی داره، اولین دانشگاه شناخته شده در این زمینه است. اگر شما تو شهر تهران یا تو بسیاری از نقاط ایران بگردید، بناها، فضاها، شهرها، محوطه‌هایی رو ببینید که از سه وجه خاص برخوردارن. اولا از وجه فناوری شاخصی برخوردارن، ثانیا از وجه هنری شاخص برخوردارن، ثالثا از دیدگاه اجتماعی و فرهنگی جاذب جمعیت و مردم هستن. بسیاری از این مکانها و فضاها مکانها و فضاهایی هستن که به وسیله فارغ التحصیلان و یا اساتید و دستندرکاران فنی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت شکل گرفت. این دانشکده امکانات خوبی رو برای پرورش، بارور کردن و پویایی کسانی که دوست دارن بهترین های کشور باشن، بهترین های دنیا در حوزه معماری، شهرسازی، طراحی صنعتی، مرمت، معماری منظر و نظیر اون باشن رو کار بگیره، به بار بنشونه. من فکر میکنم در اینجا با توجه به امکاناتی که ما داریم، آتلیه های مختلف که داریم، آزمایشگاه های مختلف که داریم، فضاهای کاری مختلفی که داریم، تالار اجتماعات و مجموعه هایی که میتونم بگم تو ایران جزء اگر برترین، اگر منحصر به فرد نباشه جزء برترین ها هست، زمینه خوبی رو برای پرورش، آموزش و ارتقاء سطح دانش و کارایی جوانان ایرانی عزیز داشته باشه. در اینجا آزمایشگاه مختلفی داره که یکی از این آزمایشگاه، آزمایشگاه شهر هوشمنده که الان تو این فیلم می‌بینید خدمت شما هستیم. آزمایشگاه فناوری مختلف وجود داره، آزمایشگاه مسکن وجود داره، آزمایشگاه منظر وجود داره و آزمایشگاه دیگری رو هم داریم شکل می‌دیم. به علاوه قطب‌هایی در این دانشکده شکل گرفته که یکی از قطب‌ها
قطب مکانسازی هوشمند در حوزه شهرسازی و معماری و طراحی سنت. یکی از مواردی که من دوست دارم برای نیروهای جوان و برای جوانان آینده کشور که میخوان مکانی رو برای تحصیل انتخاب کنن معرفی کنم، قابلیت‌های دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت در زمینه مکانسازی هوشمند و فناوری مکانسازانه هوشمند. در این راستا در دانشکده ما، یعنی دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تونستیم آزمایشگاه‌های مختلفی داشته باشیم. یکی از اونها جایی که الان شما ملاحظه می‌کنید، امیدواریم بتونیم در آینده جز بهترین های دنیا در این زمینه باشیم. به همین دلیل شما رو که بهترین ها هستین رو میخواییم تو دانشگاه ما باشید. دانشگاه علم و صنعت ایران.